بعد از افشای مرگ ملا عمر، تنش‌ها در زمینه گفتگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان افزایش یافت. حالا مقام‌های پاکستانی گفتند که تنش‌ها و اختلاف‌ها در روابطشان با کابل پابرجاست و برای حل این تنش‌ها نیاز است که پیش از نشست چهار جانبه یک نشست دو جانبه میان معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان برگزار شود. رایزنی ها برای میزبانی نخست نشست کمیته هماهنگی در نیمه دوم ماه جنوری در اسلام آباد همکنون ادامه دارد. برای تعیین تاریخ دقیق آن ما با افغانستان، چین و امریکا سرگرمی کار هستیم. ما درباره اینکه هیئت ها به کدام ساعت در نشست شرکت کنند، آجندای نشست چی باشد و ترکیب هیئت ها چگونه باشد سرگرمی بحث هستیم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است هر دو کشور افغانستان و پاکستان مسائل و جنجال های جدی دارند که باید به صورت صلح‌آمیز و به وسیله گفتگو حل شود. هر دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان مسائل و جنجال‌های جدی دارند که باید به صورت صلح‌آمیز و به وسیله گفتگو حل شود. به همین دلیل تصمیم برای گفتگوهای دو جانبه پیش از نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین خیلی مهم است. گفته می شود رئیس جمهور غنی در دیدار با رایل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان سه خط قرمز را برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مطرح کرده است و تا سه ماه دیگر به پاکستان مهلت داده است تا صداقتش را برای افغانستان ثابت بسازد. در غیر آن گفتگوهای صلح معنای نخواهد داشت. گذشته نیروهای امنیتی ما بقای ای خاک تامین کرد. ما نسل های آینده برای همیشه مدیون از این قربانی خود بود، چون مسئله اصلی سال گذشته بقای ما بود، چون جنگ تحمیلی همه جانبه اکثر ما تحمیل شده بود، ضرورت به اقدامات همه جانبه داشت. اوزو غوارم بیا هم لموگ امنیتی او دفاعی قواونه چه طول رضا کردی دزرل کومینه من نوک. در همین حال شماره از آگاهان برگزاری نشست کابل، اسلام آباد، واشنگتن و بیجینگ در مورد مذاکرات صلح را یک فرصت خوب می دانند و می گویند که حکومت افغانستان باید در این زمینه با دقت به پیش برود و در مذاکرات صلح از پاکستان ضمانت بین المللی بگیرد.